فتنه و فتنه جر چیه که امروز داره در وضعیت فعلی جولان میده؟ اینا که امتحانشون دادن همه هم فهمیدن که اینا عمال بیگانه هستن، دیگران هم کف زدند و سود کشیدند و تحسینشون کردند و آفرین گفتن. خب حالا سزاوار چیه که این پست ها به دست اینا بیفته؟ درسته این؟ یه نمونه که دیگه علنی شد، برای وزارت علوم افراد رو معرفی کردن که اون چه مجلس که من تشکر میکنم از مجلس که استقلال خودشانشون داد، اعتراض کرد و قبول نکرد و رأی نداد برای که ارتباط با فتنه داشتن. چرا وقتی میخوان یه شخص رو معرفی کنن اینا رو معرفی میکنن؟ آیا اون مقام بالایی که اینو معرفی میکنه خودش اینجور فکر میکنه؟ پس تجدید نظر بکنه در فکرش. اگر مشاورینش به او هی میگن، مشاورینش عوض کنه. بعد هم اینها اینجا چیزی بود که دیگه علنی بود و صدا و سیما و همه دیدند و شنیدند. جاهای دیگه، پست های دیگه که میزدن که کسی صداش دیگه خیلی در نمیاد، کسی نمیفهمه. مهره های فتنه رو سر جاهای مختلف میچینند. نه درست نیست. تجدید نظر کنید، نگاهی بکنید، ببینید الان وضعیت ما چجوره. انا نذیر العریان، من به شما هشدار میدم که وضعیت ما وضعیت خوبی نیست، وضعیت رضایت بخشی نیست. من نگرانم مبادا خدای متعال ما را عذاب کند، کیفر بده. در میان ما وضع رباخاری چطوره؟ ربا شایع هست یا نیست؟ رشوه چطوره؟ رشوه شایع هست یا نیست؟ فساد اداری چطوره؟ کمه یا زیاده؟ یه دکتری که تو دانشگاه اسلامی و زیر نظر اساتید دانشگاه رشد کرده و آمده پزشکیشو گرفته، حالا زیر میزی میگیره، این اسلامیه؟ این درسته؟ خجالت آور نیست که اونایی که درجه بالا رفتند و دوره دیدند و دانشگاه رفتند و گواهی نامه گرفتند، حالا بیان وقتی میخوان بشینن یه بیچاره بدبختی میخواد بیاد اونجا، درد و گرفتاری و مصیبت داره، زیر میزی ازش بگیرن؟ در حدی که دیگه صدای همه رو در آورده. فرهنگ غربی تا چه مقدار در اینجا داره نفوذ میکنه؟ در مقابل فرهنگ اسلامی چقدر؟ شیوع طلاق چقدره؟ این اسلامیه؟ بالا رفتن سن ازدواج چقدره؟ این اسلامیه؟ اسلام همینو میخواست؟ چرا باید افرادی که میلیاردی، 100 میلیاردی و 200 میلیاردی و 500 میلیاردی و 1000 میلیاردی هستن، پست‌های سنگینی رو در دست بگیرند؟ نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمیتوانند بفهمند. این وصیت نامه امامه. این وصیت رو کی باید عمل بکنی؟ من و شما. به ما وصیت کرده، وصی امام ما هستیم، ما باید عمل بکنیم. این